حالا معلومه که جفت خوبی هستیم. با اینا میخوایم شکم گنجشکا رو سیر کنیم. نه ترس، هیچ کس گرسنه نمیمونه. اینا پیش غذاست برای شروع کار. میدونم که پیش غذا برای شروع کاره. میگم کاش پیش غذامونی که مفصل تر بود. اما این غذاها بین المللیه. بین المللی؟ میبخشه انگار من کنار تو زیادی سنتیم. باشه اشکالی نداره. یه مهمونی شام بی‌قرض، یه دختر بی‌قصد و قرض، دوست همخونه، یه همخونه یه خوب. خوش اومدی. چه دستپخت خوبی داری لارا. حالا که همخونه شدین آشپزی با توه نه؟ هر شب غذاهای فرنگی میخوری. مثل این که تو آشپزخونه به تفاهم نمیرسیم. آشپزخونه مال تو. اینا چقدر با هم جور شدن. راستش من تازه فهمیدم که با هم همخونه شدین. منم همینطور. هم یه دوست خوب برای خودم پیدا کردم، هم به دوست پسر عزیزم نزدیکم. یعنی یه تیر و دو نشون. مگه نه عشقم؟ اون چون لقمه تو دهنمه نمیتونم حرف بزنم. تو دهنت پر نیست لارا، میتونی حرف بزنی. از داستان عشقتون برامون بگو. چی شد که یهو تا این حد پیش رفتی؟ داستان عشقی؟ راستش عشق چیز خیلی شکننده ای بچه ها. نه مکان میشناسه نه زمان حالیشه. آره شاید یکم برادرتون نراحت کرده باشم، اما ارزششو داشت. مگه نه عزیزم؟ ما به این حالت نمیگیم نراحت شدن، میگیم عذاب کشیدن. سینان خودت که عشقو میشناسی، انگار رو زمین را نمیری، بایدم عذاب بکشی. ما اینقدر عذاب کشیدیم تا بالاخره به هم رسیم. چجوری فهمیدی عاشق شدی؟ چه سوالی؟ سوال قشنگی. منم اینو از خودم پرسیدم تا حالا. تو اون دوران قلب و مغزم خیلی به هم ریخته بود. وقتی ساکت کردم دیدم قلبم شروع کرد به حرف زدن. قلبم ازم یه سوالایی میپرسید، درست مثل سوالی که خزان الان پرسید. قلبم گفت که تو حالا رو شونه های یه مرد گریه کردی؟ اما خب کافی نیست. میدونین که مرد و گرگه یکم با هم دیگه جور در نمیان. بعد قلبم پرسید تو حالا هیچ مردی تو رو بغل کرده گریه کنه؟ قلبم بهم گفت فکر کن به تنها ترین، به غمگین ترین، به سخت ترین لحظه های زندگیت فکر کن. وقتی سرتو برگردوندی کی پیشت بود؟
خزان. باور نمی کنم که چه باشه. وقتی خوردی زمین کی دستتو گرفت و بلندت کرد؟ سینا التماست می کنم نرو، الان آماده نیشو نداری سینا، داری اشتباه می کنی سینا. خزان چی کار میکنی سینا؟ بلند شو خزان، باش بلند شو. خونوادت رو بذار کنار، از دست دادن کی بیشتر از همه تو این دنیا میترسوندت؟ اصلا دلم نمیخواد از دست بدم یافوز. اون کیه که وقتی میبینیش دستات جلوتر از خودت میرن به سمتش؟ نه بغلت نمی کنم، از خدافزی بدم میاد. اون کیه که وقتی چشمات ازش فرار میکنن دستات بدون اینکه ازت اجازه بگیرن دلشون میخواد تو رو به اون برسونن؟ احساسات خیلی مهمن، اما بدن مهمتره. تماس خیلی مهمه، خیلی مهمه که تو این تماسا قلبت چجوری میتونه. وایسا چی کار میکنی؟ چمدون نمیشه. چی نمیشه؟ بدون دسر نمیشه. شیرینی رو یادم رفت بیارم، برم بیارمش. کمک نمیخوای خزان جون؟ نه 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 نه، همچین چیزی نیست، امکان نداره، نمیشه، نه همچین چیزی نیست. به خودت بیا، به خودت بیا، همچین چیزی نیست. هیچی نیست، هیچی نیست، هیچی نیست. چیزی امکان نداره، نه امکان نداره، نمیشه. یاووس خوبی؟ خزان، خزان خوبی؟ خوبی خزان، حالت خوبه؟ نه یا این من خوبم، از دستم یه سپرد. یه لحظه وایسا، دستتو میباری؟ نه یا، بهت میگم نه یا، یا بوز دست خودمه، یا از روی عمد میبرم یا از روی حواس پرتی. تو چی کار به دست من داری آخه؟ میشه آروم باشه؟ من آرومم، فقط نمیخوام تو کار من دخالت کنی. میشه لطفا بشینی؟ لطفا. خزان جون بسته دیگه، تمیز شد. چیزی گفتی؟ میگم بسته عزیزم، کافیه، تمیز شد به خدا. بیا بشین پیش ما. خیلی خوب باشه،
میام میشینم. شیرینی ها که خراب شدن، برم قهوه بیارم. هممون روز طولانی داشتیم، ما با اجازتون دیگه میریم. ایوا چرا اینقدر زود؟ خب یه فیلم چیزی میدیدیم بعد دیگه. چی؟ شنیدیم خونت چی گفت؟ نه یکم سرم درد میکنه به خاطر همین. پس وقتشو بریم. آره بریم دیگه. دستتون درد نکنه. نوش جونتون. میبینم ات. دستتون درد نکنه. فردا با هم حرف میزنیم. یا رو باشه. شب بخیر. شب بخیر. بد جوری آتیش گرفتین، اما نگران نباش، من اومدم که آتیشتون رو خاموش کنم. هر وقت سرم رو برگردوندم پیش داداشم بودی، نه یه بار دوبار. هر وقت ازت غافل شدم پیش اون بودی. میگه حس میکنه یه چیزایی بین من و یابوس هست. تو هم در جوابش اومدی همسایه یابوس شدی آبجی. مطمئنی همه چی کامل برام تعریف کردی؟ نه همچین چیزی نیست. همچین چیزی نیست. نیست، امکان نداره. نه همچین چیزی نیست. صبح بخیر. صبح بخیر. خزان بیدار شده؟ همشونو میشورم. تحملی توی زخمم ندارن، باید عمدن برو کنی تو چششون. نشونه هست. این یه نشونه هست. خودت بیای. واقعا داری خونه رو تمیز میکنی؟ سینان حواست کجاست؟ چی کار میکنی؟ چی شده مگه؟ یه دستمال دیگه. چیز خاصی که نیست. بیا. اومدم بهت بگم امروز تعطیله، لازم نیست بریم شرکت. خزان شنیدی؟ میگم امروز تعطیله، لازم نیست بریم شرکت. نگو که میخوای به خاطر این عصبانی بشی. خب حواسم نبود، پام رفت روش. توقع داری چی کار کنم خزان؟ میدونی چی دلم میخواد؟ دلم میخواد هرچه زودتر از اینجا برم. حتی دلم میخواد برم یه جایی مثل ماره اونجا پیر بشم. اعصابت ریخته به هم خزان. قول میدم یه نوشو برات بخرم، خوبه؟ فکرشو نکن. فعلا خدافظ. فکرشو نمی کن. خیالت راحت باشه. آره راه افتادم، الان دارم میرم خونه. سینان جنسا رو تحویل گرفته، فردا در مورد جزئیاتش حرف میزنیم. شب بخیر.
کجا میری این وقت شب؟ خزان! کجا رفت؟ توی لحظه غیب بشه. بی خودتو قلا نکن، گره کور زدم، خودتو خسته نکن، نمیتونی بازش کنی.
شاید باورت نشه، دقیقاً توی یه لحظه، دقیقاً تو اون یه لحظه‌ای که رفتم سوار ماشین شدم، دیدم که اومد پایین، از در پشتی رفت بیرون. بعدم توی یه لحظه کلاً غیبش زد، انگار دود شد رفت هوا. یعنی میگی دوید رفت؟ با هر سرعتی هم که میدوید باز من میدیدمش. میگم شاید سوار تاکسی شده باشه، اما دم در پشتی تاکسی نیست. یعنی دختره یه جوری غیب شد که انگار پرواز کرد رفت. ببینم، فکر نمی کنی داری یکم گندش می کنی؟ باید بریم خونه شما، بیا. خزان، کلیدا، خزان، خزان، خیر بر نگه. شلوک هولمز دنبال نشونه هاست. فنجون قهوه هنوز داغه، پس نمیتونه زیاد دور شده باشه. بیا اینم از خزان خانم، کلیداشو جا گذاشته بوده. خیر باشه. سینان، از خزان خبر نداری؟ نه. چطور مگه؟ مشکلی پیش اومده؟ دیدمش که از در پشتی رفت بیرون، توی لحظه غیبش زد. واسه چی غیبش بزنه داداش؟ حتما رفته ویلا پیش مامانش و خواهرش. نه، راه دور نرفته، با عجله از خونه رفت. گوشیش هم خاموشه. داداش تو حالت خوبه؟ باز خواهرش یه گندی زده به خزان، زنگ زده گفته بره پیشش، اونم با عجله گذاشته رفته. آخه توی یه لحظه غیب شد رفت، گوشش هم خاموشه. خیلی خوب بچه ها، بیاین بشینین، قهوه ها با من. تا وقتی خزان برگرده هیچ کسی جا نمیره. یه زنگ به اجه بزن. به کی؟ به اجه زنگ بزن، مگه خودت نگفتی شاید رفته باشه ویلا؟ زنگ بزنیم ببینیم اونجا رفته. میبخشینا، ولی میشه بگین اجه کی آقایون؟ خواهر خزان و در این حال نامادری عزیز ما. آها، فهمیدم، اون داستان هیجان انگیز. این حرفا رو ول کنین، بهش زنگ بزن سینان. امکان نداره به اون دختر زنگ بزنم. جواب درست حسابی بده تو رو خدا. میدونم که زنگ زدی و حرف زدی، میگم بگو دقیقاً چیا بهش گفتی، اون چیا جواب داد، اینو بهم بگو دختر. خدا راحتش بذار، بذار یه نفسی بکشه.
برای چی این وقت شب بهت زنگ میزنه؟ خجالتم خوب چیزیه جه ها؟ من چه میدونم برای چی زنگ میزنه. وایسا، شب بخیر یاووس. شب بخیر اجه، میبخشی این وقت شب مزاحمت شدم. خزان پیشته، میخواستم یه چیزی بهش بگم. قرار بود بیاد اینجا این وقت شب. چی شده دختر؟ نه، تو خونه نیست، گوشیش هم خاموشه، گفتم ببینم اونجاست یا نه. چی خونه نیست یعنی چی؟ کیو میگه دختر؟ آبجیت خونه نیست ها؟ نمیخواستم مامانت نگران بشه، گوشیش خاموشه، وقتی میرفت بیرون دیدمش، برای همین نگران شدم. یه حرفی بزن دختر، گوشی رو بده ببینم. یاووس ببخشید، احتمالاً خزان رفته مسافرت. یعنی من امروز یه سر اومدم پیشش، یکم ناراحت بود، در مورد تنها موندن و خلوت کردن حرف زد. مگه میشه خزان سرشو بندازه بی خبر بره مسافرت؟ یعنی چی؟ نمیخواد نگران باشی. من فکرشو میکردم که اون بره یه جایی. آره، اما وقتی من دیدمش یه لحظه ساکت باش. چی گفتی یاووس؟ هیچی، چیز خاصی نگفتم. میشه به محض اینکه ازش خبر گرفتی به ما هم خبر بده؟ باشه باشه، شب تو هم بخیر. خواهرت با گوشی خاموش کجا میخواد بره آخه اجه ها؟ بگو کجا رفته دیگه، حرف بزن. چه میدونم مامان، کلافه شده گذاشته رفته یه طرف دیگه. کلافه شده یعنی چی دختر؟ اگه چیزی میدونی و به مادرت نمیگی، رحم و مروت رو میذارم کنارم، میگیرمت به باد کودک. زود باش حرف بزن، بگو. انقدر بهش گیر دادی که دیوونه شد، گذاش رفت. توقع داری دختر تو اون سن و سال از تو اجازه بگیره هر جا میخواد بره بهت بگه؟ گذاش رفته یعنی چی؟ یه دختر تک و تنها کجا میخواد بره بدون اینکه از مادرش اجازه بگیره؟ کجا میخواد بره؟ اجازه نگرفته مامان جون، راحتش بذار. شایدم چون دیر وقت زنگ نزده، حتما فردا زنگ میزنه. راست میگه، به منم گفته بود. اتفاقا چی گفته بود؟ گفته بود میخوام برم ماره. این اواخر اتفاقای زیادی برام افتاد، میگفت خسته شدم، کلافه شدم، میخوام یکم تنها بمونم. آخرین بار میگفت میخوام برم یه جای ساکت. خب خود حالا که این خزان کجا رفته، میتونیم یکم آرامش داشته باشیم. من برای اینکه مامانش نگران نشه نگفتم، اما وقتی خزان داشت میرفت، لباس خونه تنش بود، یه لباس خونگی شبیه لباس خواب، هیچ کیف و چمدونی هم دستش نبود، اصلا به نظر نمی اومد داره میره مسافرت. داداش میگم، خودش گفت خسته شدم میخوام برم یه جای تنها باشم، برای همینم هم بدون اینکه به کسی بگه گذشته رفت. سینان میگم با لباس خونه رفت بیرون، مگه میشه آدم تو این فصل با لباس خونه بره بیرون؟ باشه، وقتی برگشت ازش بپرس برای چی پالتو تو همراه خودت نبردی. منم ازش میپرسم چرا بدون اینکه به دوش به سرت بگی گذشته رفتی. برای قهوه ممنون، من دیگه برم. به سلامت. خیلی شلوغش کردی یاووس. خواهرش میگه گفته میخواد بره، دوست پسرش میگه میخواسته بره، برای چی اینقدر داری کنکاش میکنی؟ ببین دختر کلافه شده گذاشته رفته دیگه، بچه که نیست یاووس، اینقدر گندش نکن. ببین یاووس، هر کی این رفتار رو تو ببینه بدجوری بهت شک میکنه. گفته باشم مشترک مورد نظر خاموش می باشد.